سلام، ابوالفضل جعفری هستم. توی این آموزش آشپزی یکی از دسرهای خیلی معروف و محبوب دنیا رو می‌خوایم با هم درست کنیم. آموزش پاناکوتا رو داریم امروز. آموزشی هم که امروز بهتون میدم پاناکوتای کارامل هستش که یکی از انواع مختلف پاناکوتاست. یه روش خیلی ساده و خونگی رو بهتون میگم که خودتون توی خونه میتونید بهترین پاناکوتا رو درست کنید. برای شروع مقداری که بهتون میگم برای دو تا دسر پاناکوتای لیبانی هستش. ما دو قاشق چایخوری نه خیلی سرپر پودر ژلاتین داریم. که اینو باید توی کمترین مقدار آب جوشی که حل میشه حل کنیم، یعنی حدوداً شاید به اندازه 4-5 قاشق غذاخوری آب جوش بهش اضافه میکنیم. بعد این رو هم بزنید تا کامل حل بشه داخل این. ببینید اینطوری باید همه دونه ها تقریباً حل بشن داخلش. حالا این اگه کنار بذاریدش چند دقیقه دیگه کلا حلالیتش بیشتر هم میشه و اون دونه های خیلی ریزی که حل نشده باقی مونده داخلش حل میشه. یه چند دقیقه به این استراحت میدیم کنار. حالا میخوایم تو این مرحله کاراملمون رو درست کنیم. ببینید خیلی راحته، یه روش خیلی ساده درست کردن کارامل. شما به اندازه 4 قاشق غذاخوری شکر توی سسپن میریزیم، بعد اینو با کمترین مقدار آب فقط به اندازه‌ای که خیس بشه بهش آب اضافه میکنیم. چند قاشق آب کافیه؟ ببینیم هم تا همین حد کافیه. بعد این رو روی شعله میگذاریم. لازم هم نیست شعلتون خیلی کم باشه، روی حرارت زیاد بگذارید. صبر کنید تا این آب تبخیر شه، شکرتون بسوزه و مثل همیشه یه رنگ طلایی پیدا کنه. بعد که دیدین از لبه ها شروع کرد به طلایی شدن، خیلی آروم این رو میتونیم هم بزنیم که رنگش یک نواخت بشه. بعد این مرحله خیلی سریع رد میشه، یعنی حواستون باشه یه مقدار که اینجوری رنگش طلایی شد بهش 1/3 پیمان شیر سرد اضافه کنید. تقریبا همیشه مقدار شیری که اضافه میکنید باید به اندازه مقدار شکرتون باشه از نظر حجمی. بعد اینکه فقط خیلی خیلی مواظب باشین، همیشه گفتم این شکر ذوب شده فوق العاده داغ هستش، وقتی شیر رو میریزید اون حبابای ریز مواظب اون باشین که اگه حالا اگه پوستتون خیلی حساس هست که دستکش دستتون کنید، یا اینکه از همزنایی با دسته های بلند استفاده کنین که پوستتون آسیب نبینه. یه رنگی باید بین طلایی و قهوه‌ای باشه، برای همین همیشه برای درست کردن کارامل از سسپن های رنگ سفید یا استیل استفاده کنین که بتونین کامل رنگش رو تشخیص بدین. اگه ظرفتون تیره باشه شاید این رنگو نتونین تشخیص بدین. الان شیر رو بهش اضافه میکنم. بعد اینو همش میزنیم، هم بزنید تا کاملا اون شکر کارامل شده توی شیرتون حل بشه. بعد که دیگه مطمئن شدین اون تکه های کارامل و اینا همه حل شده کامل، بهش تقریبا به اندازه یه قاشق غذاخوری کره اضافه میکنید. بعد هم میزنید تا کرمون هم مثل بقیه کاراملمون کامل ذوب بشه. این همینجوری به هم زدن کم کم ادامه میدم دیگه، اینجوری روی حرارت ملایم. حالا این مقدار کمی هم که به هم زدنتون چسبیده همینجوری با هم زدن که ادامه بدین اینم حل میشه. بعد به کاراملتون، برای اینکه ما مزه خیلی خیلی شیرین شکر رو بالانس کنیم، به اندازه نوک یه قاشق نمک بهش اضافه میکنیم به اضافه چند قطره آب لیمو. این آب لیمو، چند قطره آب لیمو باعث میشه که کارامل شما حالت کریستاله نداشته باشه و اگه توی یخچال هم نگه دارید و سرد بشه دیگه توش دونه های شکر تشکیل نمیشه و همیشه کاراملتون حالت کرمی و نرم داره. خب این الان حاضره، باید یه مقدار حرارتش کم بشه. اینو فعلا کنار میذارم تا کارامل هم یه ذره سردتر بشه. بعد توی این مرحله ما شیر و خاممون آماده میکنیم. ما 4 قاشق چای خوری خامه معمولی صبحانه رو با شیر باید رقیق کنیم. برای این کار اول یه مقدار خیلی کم شیر بهش اضافه میکنیم، به اندازه یه شاید مثلا 3-4 قاشق غذاخوری. بعد مطمئن شید که این کاملا حل میشه، خامتون با شیر کاملا یک نواخ میشه و هیچ دونه‌ای باقی نمیمونه. کاملا یک نواخ بشه بافت شیر و خاممون. حالا باید بهش شیر اضافه کنیم دیگه. مجموع شیر و خاممون در کل برای دوتا پاناکوتا باید بشه 1 لیوان. بعد همش میزنیم، مخلوط شیر و خاممون رو روی حرارت ملایم میگذاریم، بهش نوک یه قاشق چای خوری وانیل اضافه میکنیم، به اضافه 3
سه قاشق غذاخوری تقریبا شکر. ببینید توی این پاناکوتا چون ما کارامل داریم و کارامل خیلی شیرین هست، شکر این رو کم می‌ریزیم، ولی تو انواع دیگه ای که حالا میوه‌ای و انواع دیگه پاناکوتا هستش شکر باید بیشتر بریزیم، ولی اینجا سه قاشق غذاخوری کافیه. بعد حرارت رو خیلی کم میکنیم، نمیخوایم که این بجوشه، فقط به یه نزدیک به جوش برسه، تا جایی که دیدین لبه های ظرفتون داره حباب میزنه تا همونجا کافیه. تو این فاصله هم که داره گرم میشه، ژلاتینی هم که آماده کرده بودیم بهش اضافه میکنیم. بعد اینو همش بزنین تا به اون گرمایی که گفتم برسه. دارید به همین دمای نزدیک به جوش که رسید دیگه روی حرارت برش دارید. برای اینکه پاناکوتای حرفه‌ای تری داشته باشیم و این حبابا و این به اصطلاح فوم یا کفی که روی شیر تشکیل شده توی پاناکوتای ما شکلش رو خراب نکنه، اگه صافی استفاده کنید یه بار اینو به آرومی از صافی رد کنید که اون مقدار فوم روی صافی بمونه. حالا این رو توی لیوان یا هر ظرفی که میخواین دسرتون داخلش سرو بشه بریزید. فقط یه ذره با احتیاط بریزین که خیلی به دیواره ها نریزید، مستقیم تو مرکز ظرفتون بریزین، بعد از نصف بیشتر هم نشه، دقیقا تا همون وسط لیوانتون. اینا حالا باید حدوداً 2 ساعت توی یخچال باشن تا کاملا سفت بشن و اون حالت ژله‌ای خودشون رو پیدا کنن. بعد فقط لیوان رو سعی کنید خیلی تکون نخوره که به دیواره هاش نماله، وقتی میخواین بزنید توی یخچال خیلی با احتیاط بگذارین که دسرتون در نهایت ظاهر جذابی داشته باشه. بعد که سفت شد توی یخچال میاریمش بیرون. خب پاناکوتا رو توی یخچال گذاشتیم، اون ژلاتین عمل کرده و کاملا ببین حالت سفت و ژله‌ای به خودشون گرفتن. دیگه کار شما تمومه، فقط باید کاراملی که درست کرده بودین روی پاناکوتا بریزید. ببین اگه دیدین در اثر حالا زمان که گذشت کاراملتون خیلی سفت شده، میتونین در حد چند ثانیه روی حرارت ملایم نگه داریدش، ولی خیلی نه اینکه کاراملتون داغ بشه، فقط اگر یکم این بهش حرارت بخوره خیلی روونتر و نرمتر میشه، میتونینم توی مایکروفر مثلا یه 10-20 ثانیه بهش تایم بدین، ولی در کل باید کاراملتون تقریبا روون باشه جوری که وقتی روی این میریزین حجمش یه جا جمع نشه و کاملا پخش بشه روی سطحش. همین قد کافیه دیگه، نذارید کارامل حالت داغی پیدا کنه که وقتی میریزین پاناکوتاتون رو خراب کنه. حالا روی دسر همون میریزین، فقط حواستون باشه که یه لایه خیلی نازک چند میلیمتری باید بریزین و خیلی زخیم نباشه، چون خیلی شیرینه کارامل و دسرتون بیش از حد شیرین میشه. سب میکنم که پخش بشه تا روی این. ببین پاناکوتای کارامل چون خب کارامل خیلی شیرین هست، ما لایه نازک می‌ریزیم. توی پاناکوتایی که با میوه و انواع چیزای دیگه درست میشه میتونید اون لایه آب میوه رو خیلی ضخیم‌تر بریزین روش. دیگه الان کامله، میتونید میل کنیدش، میتونید هم باز اگر دوست داشتین یه نیم ساعت توی یخچال بذارین که این کارامل روش هم دوباره یکم حالت سفت و چسبنده تری پیدا کنه. دیگه برای تزیینش میتونید حالا از انواع میوه ها، فیله پرتقال، لیمو یا هر چیزی که دوست داشتین استفاده کنید. یه تزیین خیلی خیلی ساده شم، یه تک بیسکویت خیلی خرد شده هست که وسطشون بزنید، یه تزیین خیلی ساده و قشنگ رو بهتون میده. یه مقدار همین توی مرکزش فقط بیسکویت خرد شده میریزیم. اینم پاناکوتا، یکی از دسرهای خیلی معروف و خوشمزه و محبوب. دیدین که خیلی راحت هستش، ولی یکی از آیتمایی هم هست که توی صبحانه خیلی خوبه چون شیر و خامه و شکر و اینا داره، کلا یکی از چیزای خیلی جذاب هست. بعد موندگاری هم داره، شما وقتی اینو درست میکنید حداقل تا 2-3 روز میدونم که میتونید توی یخچال نگهداریش کنید و استفادهش کنید. امیدوارم که این دسر جذاب و خوشمزه رو هم یاد بگیرید، به دانسته هاتون اضافه بشه، درست کنید، میل کنید و لذت ببرید. ممنونم که نگاه کردید.